بیتا خانوم، بیتا جان، معصومه خانم دیگه جواب نمیده. بهتر. به خدا بیهوش شده، دیگه جواب نمیده. داره ادا در میاره. ادا در نمیاره، دیگه صداش در نمیاد. بابا یکی به دادش برسه. سه روزه هیچی نخورده، سه روزه. اگر مرده باشه چی؟ مامان تو رو خدا. بیتا، بیتا جان، بیتا جان جواب بده. خانم در بشکن. مشتی در بشکن. اجازه بدید من برم یه بیله بیارم. بیتا چی شده؟ سیما خانم یه خورده بهش غذا بدید. غذا تو که خوردی بیا تو اتاق من، باهات کار دارم. کاش هیچ وقت این در شکسته نمی شد. کاش جنازمو از این در می بردن بیرون. آره آپارتمان باشه، سه خوابه باشه بهتره. بشین، با تو نیستم. وسایل اولیش خودت بخری، باقیش با خودش. آره یه جای خوب دیگه. نه تو مجتمع نباشه، خطرناکه. آره سه یا چهار واحد. آره راجع به همسایه‌ها هم حسابی تحقیق میکنه. خونواده داشته باشن، مرد مجرد هم نداشته باشن. خوبه. آره ها منطقهش که گفتن. دانشگاه کجاست؟ بله کدام خیابونه؟ دانشگاه تو میگم. چهار ولیعصر، دوروبر انقلاب ولیعصر. آره حالا یه ذره دورتر یه ذره نزدیکتر توفیری نمیکنه، زیاد دور نباشه. آره پرده ها و وسایل دیگه شو خودم میام باش میریم میخریم. آره همین امروز، گفتم همین امروز، کار نشد نداره، فردا خودم میام تهران. خداحافظ. من غیر از تو سه تا بچه دیگه هم دارم. خاطرم یاد نمیده که یکیشون رو حرف من حرف زده باشم، اما تو یکی نمیدونم چرا حرفای منو نمیفهمی. واس خاطر اینکه از اونای دیگه بیشتر دوست دارم، واس خاطر اینکه تعتاقاری خونمی، واس خاطر اینکه هر چی خواستی گفتم بشه. اگه درس خوندن و دانشگاه رفتن اینقدر واسات مهمه که حاضر به خاطرش خودتو بکشی، خب برو. تو میگی من حرفاتو نمیفهمم، ولی میفهمم. دور و بر تو پر از گرگ بچه، سر به چرخونی که از براتو بردن. من دوست دارم سر فراز با لیاقت شوهرت بدم. تو میگی میخوای درس بخونی؟ با بخون، ولی شرط داره. شرطش اینه که وقتی علی از آمریکا برگشت سرت میندازه پایین، مثل بچه آدم میری سر خونه و زندگیت. سوالی نیست؟ اگه وسط درسم بود چی؟ اونش با من. اگه تو رو میخوان براشو شرط میذارم، عقدت میکنن تا درسات تموم بشه. اگه قبول نکردن؟ تو قد و قوارشون نیست، قبول میکنن. فردا پس فردا با هم میریم تهران، اسمتو مینویسم. Thank you.
معشوق زندگی در تهران، اونم بدون پدر و مادر. برای اولین بار بعد از اون همه محدودیت و مراقبت، چه احساس خوبی برام داشت. یه استقلال کامل، فضایی تازه، محیطی دانشجویی، کودکانی که فکر می کردند همه زنان و مردانی بزرگ شدند. چه احمقانه. روش جدید آشناییه؟ بله. همه جورشو دیده بودیم. آقا ساعت چنده؟ قیافتون چقدر آشنا؟ من شما رو جایی ندیده بودم. آقا دیرم شده، میشه منو به یه آژانس برسونی؟ نه، واقعا اتفاقی بود. ندیده بودمه. منم همینطور. دانشجو دانشگاه ما این؟ دانشگاه شما کجاست؟ همینجا. اینجا که دانشگاه منه. جدی؟ چی میخونی؟ گرافیک. منم معماری میخونم. من چیزی نپرسیدم. میدونم دلت میخواد بدونی. از کجا میدونه؟ اینجا همه دانشجوها دلشون میخواد بدونن که من کیم. واقعا نقشه نبود؟ چی؟ ریختن مداد رنگی ها. با کیا شرط دستی سر حرف ها من باز کنی؟ رفقات کجا دارن نگاه میکنن و میخندن؟ ها؟ ببخشید من کلاس دارم دیرم شده. یه دونه هم مداد رنگی ها جامون بود. اسم من فرهاده. اسم تو چیه؟ خیلی ترسیده بودم. اگه بچه های انجام هم میدیدن خیلی بد میشون. لباساتو شستم. اتو هم کردم. به بابات زنگ زدی؟ گفت وقتی رسیدی به حجره زنگ بزن. بیتا جون، تو مثل خواهر کوچیک من میمونی. از وقتی یه ماه بودی رو پشت تو بغل من بزرگ شدی. من از صمیم قلب تو رو دوستت دارم. از این پسره که حرف میزنی دلم شور میفته. بابا تو رو دست من سپرده. میدونی که آره میدونم تو رو به پا گذاشته. یه وقت چینی وجودم ترک بر نداره. سیما جون من 20 سالمه، سال اول دانشگاهم، بچه که نیستم. اگه دلت نمیخواد یا برات مسئولیت داره به حرفام گوش بدی، میرم حرفام به غریبه ها میزنم. دست خودم نیست، دلم میخواد راجع بهش با یکی حرف بزنم. سیما من نه، به غریبه ها نگو، به خودم بگو. من هستم، من خودم غمخوارتم. فقط مواظب باش عقلتو دست احساست ندی. از پایگذاران این سبک پابلو پیکاسو، نقاش اسپانیایی است و جورج براک و فرنان لژه با اون همراهی داشتن. و درس کنم که سبک کوبیسم در اصل از افکار سزان ناشی شده، چون سزان معتقد بود که اشیا به حالت هندسی گرایش کامل دارن. و باید توجه داشت که هیچ هنرمندی در عصر حاضر به شهرت پیکاسو نرسیده، به دلیل اینکه نقاشی‌های کوبیسم نه تنها در تابلوهای عادی به کار برده میشه، بلکه در معماری و حتی روی جلد اعلانات و آثار سوفالینه و حتی چینی قابل اجراست. پیکاسو قبل از ایجاد سبک کوبیسم آثار اولیه خود رو ببخشید استاد، من با خانم حکمی کار مهم میدارم. ممکنه یه لحظه ایشون بیان بیرون؟ داشتم میرفتم سفر، گفتم شاید دفترت رو لازم داشته باشی. سفر؟ کجا؟ برات مهمه؟ از کجا پیداش کردی؟ همون روزی که پروژه مداد رنگی رو اجرا میکردی کش رفتم. خیلی ممنون، ولی کار درستی نکردیم. مجبور شدم تمام جزوه ها رو دوباره بنویسم. متاسفم. عیبی نداره، سفر خوبی داشته باش. ولی در اصل ما میتونیم بگیم که مجسمه های
سبک کوبیسم هم حداقل مجسمه محسوب میشن، چون از مفصل بندی خبری نیست و باید توجه داشته باشیم که امروزه از پیکاسو در شهر پاریس موزه ایجاد شده. معمولا هنرمندانی که بیداری در خط جهانی هستند. نخواسته وارد یه بازی شدم، دست خودم نبود، میخواستم مثل بقیه باشم، دوست نداشتم فکر کنن اون ملاقب افتادم، باید هم رنگ جماعت میشدم. البته اونم جوون خوبی بود، چند بار با هم صحبت کردیم، بهش دل بستم، اونم همینطور خیلی منو دوست داشت، حاضر بود به خاطر من از همه چیز و همه کسش بگذره. با هم قرار گذاشتیم، قرار ازدواج تا آخر عمر، تا پای مرگ. سیما راست میگفت، احساسم به عقلم غلبه کرد، کاش تو جوونی آدم عاقل میشد. واقعا معذرت میخوام، چیزی برای پذیرایی ندارم. تو جایی که واسه تو هم خونگی زندگی میکنی خب معلومه چیزی برای خوردن نمیمونه، قندمونم تموم شده ولی شیرنیش تازه است. دستتون درد نکنه. میخوای شکر بیارم؟ نه خیلی ممنون. نگفتین سیما کیه؟ سیما دختر مشتی حسنه. مشتی حسن از رعایای پدر بزرگمه. سیما یه بار شوهر کرد، شوهرش جوان مرگ شد، بچه هم نداره، برای همین من خیلی دوست داره، گمونم خیلی دوست داره. پس به پا داری؟ به پا نیست، اون زن خیلی خوبیه، ازم مواظبت میکنه. خب دختر نازنازو، حالا از پدر متعصبت بگو. قرار بود راجع به باباها صحبت نکنیم. نه میخوام بهتر بشناسمت. بابام خادم حسینی بزرگ شهرمونه، فرش فروشه، خیلی مهربونه، ولی عقیده خودشه. خواهرم خودش شوهر داد، واسه برادرم هم خودش زن گرفت، حالا واسه من نقشه داره. نمیدونی چه اعتصاب قضایی کردم تا تونستم بیام دانشگاه با شرط و شروط، ولی در عوض جونش هم واسم در میره. بچه که بودم همیشه جام روی پاهاش بود، الانم وقتی تب میکنم تا صبح بالای سرم میشینه. یه جوریه، هر روز بهم زنگ میزنه، میگه قدمت واسه من خوب بود، میگه صدای من بهش آرامش میده. با اینکه متعصب و سختگیره ولی خیلی مهربونه. اینه بابای من. دو سالم بود که من و مادرم گذاشته رفت، عفت گرفت. مادرم میگه تو دم و دستگاه اشرف بوده، خواهر شاه. منو مادرم بزرگ کرد، بعد از اینکه خیالش هم من راحت شد شوهر کرد، مهندسه، دوست داره باش کار کنه. آبم باش توی جوب نمیره، همش دعوا. دو سال پیش از خونه زدم بیرون، اومدم اینجا پیش بچه ها. فکرشو بکن، من و فرهاد با هم عروسی کنی، اون معمار، منم گرافیس، با هم بیایم تهران کار کنیم، بچه دارشیم، بچه های خوشگل و مامانی، یه پسر یه دختر، اسمشو بذاریم. بسه دیگه، خودتو لوس نکن، به جای حرفا به درسات برس. فایده نداره، میخونم ولی هیچی نمیفهمم، تو رو خدا بذار بهش زنگ بزنم، قول میدم بعدش بخونم. اگه نذاری وقتی رفتی خرید زنگ میزنم. و من که سگ نگهبانت نیستم، میخوای بزنی بزن. ولی با عاقبتش بکن، تو الان احساساتی هستی. دوران خیال و رویا خیلی زود گذشت. آروم آروم عشقش به نقشه کشی و طراحی و کار پر رنگ شد و علاقش به من و قول و قرارمون کم رنگ و کم رنگ تر. ولی من همچنان به وعده های اون دل خوش بودم. بله آج آقا، باشه چشم. یه چند از آج آقا بیتا خانم تشریف آوردن. گفتم رفتی گوبی بگیری. سلام بابا. سلام بابا. رفته بودم جزوه کافی کنم. برای تو سیما بلیط هواپیما گرفتم. آره پولش هم دادم. میری از آژانس حسن آقا میگیری، واسه پنجشنبه میای اصفهان. بابا خبریه؟ او خبر چه خبری؟ پسر عمود از آمریکا برگشته. علی؟ آره علی.
روز جمعه یه مهمونی تو خونه ما هستش که همه دوست دارن تو رو ببینن. یه گپ کوچولویی هم راجب آینده تو و علی میزنیم. بابا من درس دارم. هنوز یک سال از درسم مونده. فکر اونش هم کردم. قصتو نخور. وقتی اومد اینجا واسط میگم. آره تو بیا اصفهان. ببین رحما رو روز پنجشنبه شب میفرستم فرودگاه. چیکار میکنی من؟ میفرستم فرودگاه. منتظرتم بابا. قربونت برم. خداحافظ. آخه خداحافظ. وای سیما جون از چیزی که میترسیدم سرم اومد. جمعه بله برونه. میدونم حاج خانم گفت. چقدرم خوشحاله که دامادش دکتره. حالا چی کار کنیم؟ با فرهاد حرف بزن. قانعش کن هر چی زودتر بیاد با سید جلال صحبت کنه. باشه فردا بهش زنگ میزنم. امشب فردا دیره. چای یا نسکافه؟ نسکافه. حالا این مورد مهم چیه که بعد این وقت شب منو میدیدی؟ الان کلی از بچه ها تو خونه دارن رو پروژه من کار میکنن. چراغ و خاموش کن. چرا؟ حالا پرده رو ببند. چرا؟ ممکنه ساختمون رو برو ما رو ببینه. چرا اینجوری میکنی؟ من از این پرده ها بدم میاد. از اون کاناپه، از اون اتاق بدم یعنی میاد. چی؟ تو امروز چیته؟ ناراحتم، اعصابم خورده. بشین حرف بزنی. بپر. چرا من قایم میکنی؟ چرا من هیچ واسه همکاراتو نمیشناسم؟ چرا هیچ کدوم از دوستات مادرت؟ فرهاد چرا من قایم میکنی؟ چرا باید قایمت کنم؟ پس چرا هیچ وقت با دوستات شام بیرون نمیریم؟ سینما نمیریم؟ صبر کن صبر کن. تو نرو دختر آجی. مگه خودت نمیگفتی که نمیخوام کسی تو رو با من ببینه؟ حالا چی شد یهو داستان عوض شد؟ اون اوایل چرا؟ ولی بعد اصرار بیش از حد تو به مخفی موندن من. مثلا اگه من زنگ بزنم شرکت کی میفهمه من کیم؟ خب محیط کارمه. قبول. من میخواستم به خاطر حفظ آبروی خانواده‌ام رابطه من تو مخفی بمونه اوایل، ولی حالا به خاطر آبروی خانواده‌ام باید رابطه‌مون رو علنی کنی. چیکار کنی؟ باید بگیم که میخوایم ازدواج کنی. چی شده؟ چرا درست حرف نمیزنی ببینم چی شده؟ آخه تو امروز چت شده؟ پدر مادرم میخوام منو شوهر بدم. گفتم پنجشنبه برم اصفهان. پسرمو برگشته. مبارکه. فرهاد موضوع جدیه. من حریف پدرم نمیشم. اونا کار خودشونو میکنن. خب تو باید بیا با پدرم حرف بزنی. من با سید جلال علمدار قدیمی تکیه. آره تو. خب من بهش چی بگم؟ بهش بگو دخترتونو دوست دارم، میخوام باهاش ازدواج کنم. من تازه پروژه نهایی مو دارم میدم. حتی یه قرونم پس انداز ندارم. کی از تو پول خواست؟ من آمادگی رویشو ندارم. بیتا من تازه دارم میافتم تو بازار کار بیزنس. باید راه حل دیگه ای پیدا کنی. پیدا کنم؟ حق با توه. پیدا کنیم. چطور زنگ بزنی بگی من نمیام؟ اون وقت دیگه هیچ وقت نباید برم. تو دیگه پدرم نسرم نظر لای باغچه. هیچ راه حل دیگه ای نیست. وضعیت من فرهاد من درک میکنم. برای همین تا حالا پاد وایسادم. ولی الان مجبوری. تو باید بیای از من خواستگاری کنی. عقد میکنیم. اون وقت اگه آمادگیشو داشتی. اونا برای تو میبرن، تو برای من. من تو با هم حرف زدیم، قرار گذاشتیم. سعی کن بفهمی چه حالی دارم. من به خاطر تو به اعتقادات خانوادم خیانت کردم. به خاطر تو. خاطر من؟ پس خودت چی؟ قبول. ولی صدا چی؟ صدا از خیابونه. بابا یکی داره با آسانسور میاد بالا. پلان‌های ساختمان بنفشه هم تموم شد. سلام خانم. حال شما؟ متشکرم. معرفی میکنم. کیفم کو؟ همینجا رو میز بود.
افتاده زیر میز. حالا فرصت نیست. تقشیر فردا پیدا کنم، بعدش هم بفرست برای مهندس نیازی. شما نمیخواید نتیجه کار رو ببینیم؟ فردا میبینم. یه کپیشو بذار رو میز. فقط چند دقیقه است. اگه عجله ندارین؟ دوستتون عجله دارم. بیتا نامزد منه. قراره به زودی عروسی کنیم. به به. مبارکه خانم. خیلی از زیارتتون خوشحالم. متشکرم. من مزاحم کارتون نمیشم. صبر کن. یه روب دیگه با هم میریم. تو به کارت برس. باشه. 11 صبح میام دنبالت. من نمیتونم. خودت زنگ میزنی باهاش حرف میزنی. نمیشه. امکان نداره. پدرت حسابی تدارک دیده. زنموت کلی مهمون دعوت کرده خونه ما. مگه میشه؟ غلط میکنی. حالا دیگه اینقدر چش سفید شده که میخوای آبروی باباتو ببری؟ میدونی معنی این حرف چیه؟ بابات اومد. من هیچی بهش نمیگم. تو هم احترامشو نگه میداری. هر چی میگه میگی چشم. مادرم فکر میکنه من سرکش شدم. نمیدونه چه حالی دارم. چه کار کنم؟ کاش علی دیرتر برمیگشت. یعنی من باید با اون ازدواج کنم؟ این حرفا چیه میزنی؟ پاشو تا یه دوش بگیری غذام آماده است. خدا بزرگه، خودش یه رای جلوی پات میذاره. پاشو. چرا اینقدر تون میری؟ مگه یادت رفت فاطمه گفتش که نقشه ها رو به مهندس نیازی برسونه. منتظره. گفت صبح نه ظهر. دیگه اونش به خودم مربوطه. لابد میخوای برای منم این ماشین دواز بگیری که برگردم؟ نه خودم برات میگردونم. اگه صبح یکم دو تبولن شی، اگه از مزخرفات نکشی. داری اعصابمو خرد میکنی. تو این روزا خیلی عوض شدی. یه جوری غیر قابل تحمل شدی. زیادی داری سخت میگیری. زود برمیگردم. منم میام. خب بیا. باید باش حرف میزدم. خیلی جدی. خب با هم پارکم اومدی. دیگه بعد به کی معرفیت کنم که دست از سرم برداری؟ درد من این نیست. ادامه این وضع باعث میشه من از خانوادم طرد شم. خب تازه میشی مثل من. تو خودت ولشون کردی. من دوستشون دارم. خواهش میکنم اینقدر عشق و علاقه خانوادگی تو به رخ من نکش. فقط میخوام وضعیتمو بگم. بابا چرا حالیت نیست؟ من در موقعیتی نیستم که ازدواج کنم. مگه نمیبینی پول درآوردن چقدر سخته؟ به خودت نگاه نکن که گونی گونی برات پول میفرستن و شام و نهارتو میپزن. من بدبخت برای تموم کردن درس لعنتی این روزی 10 ساعت کار کردم. خب دستم خالیه. تو دیگه منو واسه ننداز تو چاه. تو اینقدر بیشوری که نمیخوای حرف منو بفهمی. من به حرفای تو و قول و قرارات اعتماد کردم. تو بیشوری که وضعیت منو نمیفهمی. فرهاد. فرهاد و مرض. عین مادرم صدا میکنی. دیوونم کردی بیتا. حرف حسابت چیه؟ تو من قرار گذاشتی، به من تعهد دادی. کو تعهد نامه؟ اگه الان داد بزنم پدرتو در میارم. برو داد بزن. من آبر ریزی رو به نقنقای تو ترجیح میدم. اصلا همین الان برو داد بزن. خدا رو شکر که خیامونا پر معموره. اونا اونم معمور. اتفاقی افتاده؟ نه. بزرگوت شده خانم؟ نه، جر و بحث خانوادگیه. نسبتی با هم دارین؟ نه. ما نامزدیم. مدرک دارین؟ نامزدی که مدرک نداره. جناب ما رو مرخص کنیم بریم شیرینی عروسیمون. را بیفت، را بیفت، سنگین‌تر نکن. را بیفت. شما خانوادتون کجاست؟ اصفهان. یه تماس باهاشون بگیرید. بگید پدرتون بیاد اینجا. حاج آقا، خانواده من خیلی مذهبی هن. اونا تا حالا فرهادو ندیدن. نذارین اینجوری بهشون معرفی بشه. حاج آقا تو رو خدا آبروی منو به خطر نندازین. برای چی دعوا میکردین؟ بهت نارو زده؟ نارو؟ آره. ببین دختر، ما صبح تا شب ده ها زوج مثل شماها رو اینجا میبینیم. اگر موردی هست به من بگو. مطمئن باش بهت کمک میکنم. نه حاج آقا. خب بس چرا دعوا میکردین؟ همشهری گوش وایستادن خلافه. بشین سر جات.
به خدا جواب ما کار خلافی نکردیم. من کسی گفته شما خلافکاری؟ آخه این بازجویی ها ببین دیگه داری منو به خودت مشکوک میکنی ها. چی گفت؟ ما چی کار باید بکنیم؟ شما قرار نیست کاری بکنید، از این به بعد دیگه با ماست. نه منظورم اینه که تکلیفمون چیه؟ ببینم، کسی به شما اجازه داد وارد اتاق بشین؟ نه، منظورم حالا که اومدی، وایسا خانم شما بفرمایید بیرون، برو بشین. چرا خودت باختی؟ بالاخره دیگه تعریف کن ببینم جریان شما دوتا چیه؟ چی بگم؟ والا حاج آقا من نگران بیتام، خانوادش مذهبی هن، اگه بفهمن خب خودتون میدونین که ما با هم تو دانشگاه دوست شدیم و قرار ازدواج گذاشتیم، ولی خب دست و بالم خالیه، منتظریم من یه کاری گیر بیارم بعد ازدواج کنیم. پدرت میدونه؟ پدرم ایران نیست. مادرت چی؟ مادرم در جریانه. یه زنگ بزن بگو بیاد اینجا. من یه مردم، مادرم باید بیاد دنبالم. ریزی رو انداختی؟ اسمش بیتاز، گرافیک میخونه اصفهانی. با هم حرف نزنید. نگران نباش عزیزم، همه چیز درست میشه. ببخشید میتونم حاج آقا رو ببینم؟ تلفنی از من خواستن. تشریف داشته باشید. قراره بریم اصفهان خواستگاری بیتا. حاج آقا گفتم بفرمایید داخل. والله حاج آقا بچه های بدی نیستن، به هم علاقه دارن. قراره بریم اصفهان بیتا جونو خواستگاری کنیم. باید قبل از اینکه کار به اینجا میرسید ارتباط اونا رو شهری میکردید. حاج آقا چشم، ولی معمولا این کار رو پدر باید برای پسر بکنه. متاسفانه پدر فرهادم وقتی که فرهاد خیلی بچه بود ما رو تنها گذاشت و رفت. با خونه دل بزرگ شده این پسر، ماشاءالله دیگه الانم که بچه نیست، 24 سالشه. من که نباید براش تصمیم بگیرم. خب اگر شما موافق هستید، اونا به هم علاقه دارن، چرا دست رو دست گذاشتین؟ بیشتر از یک ساله که اینا با هم دوستن. چی بگم حاج آقا؟ آخه برم بهشون چی بگم؟ به پدر مادر دختره. پسرم هنوز درسش رو تموم نکرده، کار نداره، خونه نداره. والله حاج آقا خیلی سخته، تشکیل خونواده دادن خیلی سخته. اما خب به هر حال هر طور میل شماست. راست هم میگین حاج آقا، به هر حال نمیشه دختر مردمو همینطور این طرف اون طرف برد. شما ماشاءالله خانم زرنگی هستید. خب پا پیش بذارید کارو تموم کنید. ببینید این پرونده رو من این دفعه دادگاه نمیفرستم، ولی اگر یک بار دیگه این مورد پیش بیاد. نه حاج آقا، من به شما قول میدم، به شما قول میدم که دیگه تکرار نمیشه. در ضمن به پسرتون این رو گوش زد کنید، دادن رشوه به مأمور جرمش خیلی بیشتر از این حرفاست. Thank you.
من دلم نمیخواست با شما اینجوری آشنا بشم. منم دلم نمیخواست، همش تقصیر این شاخه شمشاد. من ماشینم تو خیابون بعدی پارک. اگه قول بدی اخماتو باز کنی، هم تو رو به ماشینت میرسونم، هم یه چایی تو دربند مهمون منی. بیتا جون تو موافقی؟ راستش من تا حالا دربند نرفتم. اینطوری میشه؟ شما کمکمو میکنی؟ برای همین خودمو وارد ماجرا کردم. من بیتار میرسونم. نه تو رو خدا، این موقع شب دوباره پامونو به کلانتری نکش. میومدین تو یه چایی یه چیزی؟ نه، دلم میخواد یه بار خودم تنها ببینمت. خدافظ. 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 مواظب خودت باش. مرسی. به فرزین چی بگم؟ روژش چی هست؟ ویله های 500 تا 1000 متریه تو شمال، یه شهرکه. علی؟ 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 چی بود؟ اگه بیتا بود بگو من خونه نیستم. علی؟ نیست؟ نمیدونم. نه خیر. پس لطف کنید بگید با من تماس بگیره. من فردا دارم میرم شهرستان. خواهش میکنم یادتون نره. من کار مهمی باهاش دارم. خداحافظ. الو سلام خانم، آقای سرفراز تشریف دارن؟ متشکرم. برم بلیطا رو بگیرم. یه کمی صبر کنی منم باهات میام. آمان خیلی کارا میتونه برات بکنه. چه تیپی هم زده. سلام. سلام. مثل اینکه شما زودتر رسیدی. بخشی جان، پسرم فرهاد. خوشبختم. فرهاد خان چطورن؟ قربان شما. بفرمی. زهره جون اصلا به شما نمیاد که فرهاد پسرتون باشه.
البته برای اثبات جوانی زهره خانم یک ضرب المثل پزشکی هست که میگه ایشون در سن 9 سالگی تونستن فرهادو به دنیا بیارن. مرسی از کامپلیمانت. میگم فرهاد خان، حالا که درس تموم شده بعد نیست ما یک گپی با هم بزنیم ها؟ خواهش میکنم. میدونی که ما تو شمال داریم یه مجموعه بزرگو میسازیم. البته من دوتا شریک دارم، ولی همه یه کار افتاده رو دوش من. به همین خاطر وقتی زهره گفتش که تو دوست داری با ما همکاری بکنی، من خیلی خوشحال شدم. گفتم ببینم چیکار میتونیم با هم بکنیم. خیلی ممنون. سرکار نرفته. تو کمک کن که زمان طراحی و ساخت پایین بیاد، ما تو رو شریکت میکنی. تو خودتو نشون بده، باخیش با من. باشه، موافقم. حالا خب پس ما میتونیم همین الان قرارمون رو قطعی کنیم. من فردا یک دوتا کار دارم، پس فردا صبح با هم میتونیم راه بیفتیم بریم نوشهر. پس پیش به سوی یک ضرب المثل ریاضی. زمان کمتر، ضرب در، کار بیشتر، مساویس با هزینه ایدئال. چطوره؟ من تو آتیش نگرانی دست و پا می زدم، بی خبر از اینکه من فکر کار و برنامه های آیندهش با فرزین گرم گرفته بود. مادرش هم از این رابطه استقبال می کرد. آشنای فرهاد و مهشید از همه جهت به نفع موقعیت اونها بود. فرهاد این دختره گناه داره، تو داری اذیتش میکنی. دلم کن بابا. نمیدونم چرا وقتی بیتا بهت زنگ میزنی یاد خواهر خودم میفتم. فکر پیدا شدن رقیب، اصرار پدرم به ازدواج با علی، منو آزار میداد. اصلا تحمل شکستو نداشتم، ضمن اینکه هنوزم از علاقم به فرهاد کم نشده بود. دوستش داشتم، باید هر طور شده راضیش میکردم. نگران نباش، من دلم روشنه. یه کاری کن علی رو یه جا تنها ببینم. بود یادته خیلی به طراحی علاقه مند. برای همین رفت دانشگاه هنر. یه مدت هم پیش استاد نقشچی کار مینیاتور میکرد. یه قالی از تو دار و تجاره نشورت میدن. طراحیش از بیتاست. بیتا جان همه چی مرتبه؟ چیزی کم و کس نیست؟ خیلی راحت باشه مامان، هیچ مشکلی نیست. خدا رو شکر. دوستاشم یکی از طرحاشو تو کارگاه خودم میدادم بافنده هم صدرج به بافنش. اون وقت میدیدی که کار او. بیتا، بیتا بابا، اینجا کارت داره. پدرت کارت داره، برو ببین چی میگه. مادر چیزی شده؟ بیتا جان، سرموت علی میخواد یه چیزایی راجع به رشتت و اینکه چقدر از درست باقی مونده بدونه. گرافیک میخونم، حدود دو ترم مونده، یک سال. شما تو رشتتون با کامپیوتر هم کار میکنی؟ با کامپیوتر کمتر، بیشتر کار ما طراحی با دسته. با دست، چقدر جالب. این رشته‌ای که شما میخونید رو میشه منتقل کرد اینجا اصفهان؟ نه، نمیدونم، ولی من دلم نمیخواد دانشگاه ما عوض کنم. اشکالی نداره، این یه سال باقی مونده رو من میرم تهران. آفرین آبا جون، آفرین. میبینی بابا، اینجا هیچ کسی با درس خوندن تو مخالف نیست.
در واقع بی خودی خودتو ناراحت و مشوش کردی. شما چی خوندی؟ مکانیک دانشگاه اوهایو. علی آقا شما هیچ شناختی از من دارین؟ خب ما باید بیشتر با هم آشنا بشیم. این درد دلا رو بذاریم واسه بعد از عروسی. اینجا کارم واگذار کنید به من و عمود. برو بابا جون برو واسه بحث های مهمتری بکنید. برو بابا. سلام. سلام. خیلی عجیبه نه؟ چی؟ 33 پل روی زاینده رود خشک. اصلا آدم باورش نمیشه. انگار با همون قهر کرده. مثل کابوس میمونه. چرا انقدر تلخ؟ ببخشید شما رو تا اینجا کشوندم. میخواستم باهاتون حرف بزنم. ولی ما الان با هم نام زدیم. خب چرا اینجا؟ این موقع شب. من نمیتونم با شما ازدواج کنم. نمیتونی؟ ولی تاریخ عقد و عروسی را مشخص کردن. اونا تعیین کردن. کسی نظر من نپرسید. اونا کیان؟ پدر مادرامون. خب شما اگر مخالفتی داشتی باید اعلام میکردی. به کی؟ کی اهمیت میداد؟ پدرمو که میشناسین، حرف خودشه. من عیب و ایرادی دارم؟ نه، به هیچ وجه. شما تحصیل کرده این، خانواده خوبی دارین. خوش قیافه این. ببین میتونم ازت بپرسم مشکلت چیه؟ به من اطمینان کن. بگین منو نمیخواین. ولی من تو رو میخوام. من تمام این سالهایی که خارج بودم از مادرم و خواهرم و احوال تو رو پرسیدم. کسی منو مجبور نکرد. من خودم برای پدرم نوشتم که میخوام بیام و تو ازدواج بکنم. ببین من خودم خواستم بعد سالها برگردم و دختری که دوستش دارم ازدواج بکنم. اصلا بیتا برای من یعنی تمام خاطرات خوب گذشته. این خاطرات خوب میتونه یه روزی مثل این رودخونه خشک بشه. بله میتونه. ولی من هنوزم تو رو دوست دارم. یعنی شما تو این مدت عاشق نشدین؟ عاشق که نه، ولی این از اون موضوعاتیه که من باید راجبش با شما صحبت میکردم حتما. چون من معتقدم که زن و شوهرها باید قبل از ازدواج همدیگر رو مو به مو بدونن. ولی ما زن و شوهر نمیشیم. من به یکی از همکلاسیام علاقه دارم. میخوام با اون ازدواج کنم. عجب. خانمو میدونه؟ نه البته که نه. نمیتونم بهش بگم. شما باید کمکم کنین. بگین منو نمیخواین. با خانمو صحبت کنین. بگین با اون چیزی که فکر میکنم از زمین تا آسمون فرق میکنه. چه میدونم؟ من باید فردا برگردم تهران. کاری نکنین من دوباره برگردونن اصفهان. تو موقع جنازه من به درد هیچ کس نمیخوره. آقای سرفراز تشریف دارن؟ بله. میتونم باهاشون صحبت کنم؟ تو اتاقشون جلسه دارن. اگه ممکنه یه رب دیگه زنگ بزنید یا میخواین شماره تماستون رو بذارید بگم زنگ بزنن. نه خیلی ممنون. اگه به هر دلیلی نظرت عوض شد در اینجا همیشه برات بازه. نه عوض نمیشه. میخوام دیگه برای خودم کار کنم. کار سختیه. دعوا مردم تو بازار کار خیلی انرژی میخواد. بله ولی بالاخره میخوام برای خودم کار کنم. خوبه اگه اینقدر مصری حتما موفق میشی. این نمره بده به امور مالی شرکت برات پاداش اتمامی کار نوشتم. خیلی ممنون بابت همه چیز متشکرم. منم ممنونم همکاری خوبی بود. گفتی شرکتت کجاست؟ شماله طرفای نوشهر. تلفن تو بهم بده. کار دیگه ممکنه یه وقت سوالی راجع به ساختمانهای بنفشه پیش بیاد باید تماس بگیریم. حتما منتها من شماره ای ندارم. شما مهندس زنی ها رو میشناسین؟ فرضی؟ بله کاملا.
چه شبایی با هم داشتیم. قراره رو ویلاهای اون کار کنه. پس به این ترتیب پیدا کردن دستن کار مشکلی نیست. موفق باشی. ممنون. سلام. این برا؟ بیا سوار شو. من ماشینم اینجاست. تو بیا. حالا دیگه منو تعقیب میکنی؟ دست پیشو نگیر. اینقدر بی‌ارزش شدم که یه زنگم بهم نمیزنی. دیروز گرفتار بودم. خب چی شد؟ قرار عقد عروسی رو گذاشتم. خب خب منم رفتم به علی همه چی رو گفتم. نمیتونستم اونجا بایستم. نمیدونم علی به بابام چی میگه. دارم دیوونه میشم فرها. احتیاج به کمک دارم. به هم زمان بده. فردا با مادرم میرم شهرستان. یه پروژه مونه که دوستاشه. اگه جور بشه برمیگردم یه راه درست پیدا میکنم. کی برمیگردی؟ شبش برمیگردم. فرهاد، رفتن اونجا هیچ تأثیری برای ما نداره. باید یه راه درستی پیدا کنیم. باشه. بذار برم بیام. بعد با هم صحبت میکنیم. یه روز. فقط یه روز بهم وقت بده. باشه. ببین قول میدم همه چی رو درست کنه. اخ نکن دیگه. سلام. رنگت پریده. حالم خوب نیست. حاج خانم زنگ زد. خب خیلی مهربون شده بود. همش میگفت بیتا جون بیتا جون. مثل این که علی آقا کار خودشو کرده. راست میگی؟ آره. بابام چی؟ خبر ندارم. میخوای یه زنگ بهشون بزن. خودتو ناراحت نکنی بیتا جانا. چیزی که فراوون شوهر ماشالله تو فامیل تکی. کی برا روی تو رو داره؟ مردی که عوضی آدم شده. فکر کرده رفته آمریکا پخی شده. پیغام که به پدرت رسید رفت سراغ علی. علی رفته بود ده. گمونم از خجالتش. بیم بیگه سریم مزخرفات گفته این بیتا اون بیتایی که توی ذهن من بوده نیست. گفته حوصله ندارم یه سال صبر کنم. فکر میکنم اینو جادو جنبل کردن. پریشو سیدی چطوری به تو نگاه میکرد؟ از این ور به اون ور شده. پدرت خیلی نگران. خب حق داره. بهش برخورده. مثل ببر تیر خورده است. مگه تو نبودی که دم به ساعت از آمریکا تلفن میزدی به حاج عباس پیغون پس خون به بیتا میدادی؟ مگه تو نبودی که تا پا تو گذاشته به مهرآباد نیشه تو وا کردی گفتی بیتا خانم کجاست؟ هرکی از غریبه میخوردم باکم نبود. ولی از خودی باورم نمیشه. درد بزن. دردت چیه؟ مشکلت چیه؟ لب با کن یه چیزی بگو. والا چی بگم خانمو؟ ازدواج به این ساسونیام نیست. من میدونم بیتا دختر خیلی خوبی. اینم میدونم که هزار تا خواستگار داره. اما چی؟ یکی بهترشو گیر آوردی؟ حرف و حدیثی از کسی شنیدی؟ نه خانمو، موضوع اصلا این چیزا نیست. مرد حسابی، اگه بشه بهت گفت مرد، پس موضوع چیه؟ میمردی قبلا بگی که نمیخواش؟ حالا که مهرت رو پیشونش خورده به فکر سختی و آسونیش افتادی؟
چه دشمنی با من داشتی؟ حالا من چطوری میتونم تو مردم سرمو بالا بگیرم؟ چه ربطی به مردم داره خانمو؟ دوره این حرفا دیگه واقعا تموم شده. مسائل دیگه فرق کرده. الان زنا همه جای دنیا پا به پای مرداشون دارن کار میکنن. اظهار نظر میکنن، حق انتخاب دارن. یه جوری با هم شریکن. مزخرفات چه ربطی به موضوع ما داره؟ نمیدونم. نمیدونی؟ تو یه چیزی رو از من پنهان میکنی. نه خانمو. نگو نه. تو هم مثل پدرت دهنت قفل بسته محکم میداره. ولی من راشو بلدم. شنیدم با بیتا شبونه زیر 33 پل قرار داشتی. و هم دیگه چی میگفتین؟ خب طبیعیه، من میخواستم عقایدشو بدونم، نظرش راجب آینده بدونم، همین. علی تو رو به ارواح خاک بابا بزرگ، جوابمو بده، اون روم بالا نیار. جوابمو بده، یه کری حرف بزن. بسر تو از تبار منی، مثل یه مرد تو چشم نگاه کن و حرف بزن. بیتا دلش راضی به این عروسی نیست، کسی دیگه رو دوست داره. خودش روش نمیشه اینو به شما بگه. از من خواهش کرد پاپیش بذارم. خانمو من به کسی چیزی نمیگم. شما هم سعی کنید باش مدارا کنید. بیتا خیلی دختر خوبیه که اینقدر صادقانه موضوع رو به من میگه. خب اگه طرف آدم حسابی باشه خیلی خوبه که شما. مهندس میخوایم بدیم من برونم. ما هنوز آرزو داریم. مگه مغازه تعطیله؟ مغازه تعطیل نیست. حالا بازم بیرون باید این چیز مشکل را ندیم. بس که منتظر شما هستن. سلام آقا جون. تا پیغامتون رو گرفتم اومدم. بشین. گفتم ماشین آماده کنن، فردا راهی تهران میشین. تهران؟ من ده توی قضیه بیتا و علی رو در آوردم. دختر خودش خواست عروسی رو به هم بزنه. من میدونستم. 40 کیلومتر را کوبیدم رفتم تا از زیر زبون علی بیرون کشتم. حالا میگه میدونستی دختره تو دانشگاه خاطرخواه یه پسره شده. باز بریم تکلیفش رو روشن کنیم. چه تکلیفی؟ تکلیف خواهر تو. کسی که با آبروی خانواده بازی میکنه باز تکلیفش روشن شه. کسی که پا رو حیثیت باباش میگذره کارش تمومه. به همین راحتی آقا؟ خاطرخواه شده که شده. من با یه زن و دو تا بچه پاشم میام تهران تکلیف کیو روشن کنم؟ خواهرمو؟ بعدش چی؟ میفهمی چی داری میگی؟ خوبم میفهمم. برام زن انتخاب کردین؟ گفتم چشم. شغل انتخاب کردین؟ گفتم چشم. خونه انتخاب کردین؟ گفتم چشم. گفتین سرتو بالا کن؟ گفتم چشم. گفتین بنداز پایین؟ گفتم چشم. اما این یه کارو دیگه از من نخواین. دور و زمان دیگه عوض شده آقا. پسره رو دوست داره؟ چه بهتر. مثل من و خواهرم بدبخت نمیشه. به زور میخواین شوهرش بدین که چی؟ بذارین با اونی که دوست داره ازدواج کنه. بابا حساب یه عمر زندگی در میونه.
یه نگاه به من و پروانه بندازین. یک کلمه حرف برای گفتن نداریم، یه علاقه مشترک نداریم. حرفای تازه میشنوم. حرفای تازه نیست، حرفای همیشگیه. شما اولین باری که دارین گوش میدین. دیگه وقت غمه و چاقو کشی نیست، دوره این حرفا سر اومده. فکر میکردم یه جا غیرت و مردانگی تو وجودت، غیرت و مردانگی تو وجود مرده هیچ وقت تموم نمیشه. برو، زنت منتظرته. زن من هیچ وقت منتظر من نبوده. یه ذره مطلب ارزشی هست که میگه وقتی در مقابل رنگ قرمز وایستده رو تو کم کن. تازه مراعات سنتونو کردن. عاقلان دانه. فرهاد بازیت خیلی خوبه، به منم یاد میدی؟ کمال میل. همین حالا شروع کنی؟ حالا وقت زیاده. اما من باید برگردم تهران. کجا؟ بهتون گفتم که تهران منتظرم. حالمو نگی. من مجبورم، برای توضیح دادم که نشبومن قدر حالا رو بدون. برای شروع میخوام یه مهمونی کوچولو بگیرم تا با همه پولدارای منطقه آشنا بشی. خوبه؟ آشنا داشتن تو کار خیلی مهمه، یعنی ارتباط حرف اولو میزنه. وقتی بدونن که ارتباط من و شما ارتباط پدر و فرزندیه، اون وقت تو کار خیلی به نفعه. میدونستم. دوستاشم میگن نیومده، سیما دارم دیوونه میشم. بعد یه کاری کرد. تو میگی چی کار کنم؟ والا چی بگم، عقلم به جایی نمیرسه. شماره تلفن مادرشو نداری؟ نه. الو. سلام داداش. خداحافظ. چی شده؟ بابام فردا میاد تهران، اون همه چی رو فهمیده. یا امام غریب بدبخت شد. همش رو خودت ساختی؟ شریکام امریکان، ولی به من خیلی اعتماد دارن. همسن سال تو که بودم یه پدر مادر علیل داشتم و یه جفت جیب خالی، ولی پر بودم از انگیزه و پشت کار. البته الان خیلی وقته که واسه پول کار نمی کنم، کلن از ساخت و ساز خوشم میاد. یه خط میکشی میشه دیوار یه پذیرایی، یه دایره میکشی میشه یه باغچه. خوب نیست؟ منم انگیزه هم خیلی قویه، حاضرم برای رسیدن به خواسته هم هر کاری بکنم. از چیزهای متوسط و زندگی متوسط هم بدم میاد. من کمکت میکنم، مطمئنم که موفق میشی. بریم تو محبته. بفهمید اونجا هستم. سلام. سلام. شما کجا؟ اینجا کجا؟ شما کارتونه بکنم.
بفرمایید. رفته بودم شرکت دنبال فرهاد، گفتم با شما تصفیه حساب کرده رفته، سراغ شما رو گرفتم، گفتن اینجایی. من به کمک احتیاج دارم. متولد چه سالی هستی؟ 52. 52 میشه سال گاو، ولی اصلا بهت نمیاد، بیشتر میاد که موش باشی، یعنی شخصیتت به موشا میخوره. یعنی همه چی رو میجوه؟ نه، یعنی خیلی شیطونی. میدونی موشا بیشتر نونه دونسته هاشون رو میخورن تا کار واقعی؟ ولی من خیلی هم شیطون نیستم، خیلی هم کار میکنم. چرا؟ بنز کافی شیطونی، خیلی هم جذابی. مرسی، تو هم همینطور. مرسی. میمونی یا برمیگردی آمریکا؟ بستگی داره، درسم تموم شده، ولی انگیزه لازم برای اینجا موندن رو ندارم. میدونی شرایط اینجا خیلی با شرایط آمریکا فرق داره. من اصلا این فرهنگ رو نمیشناسم، احساس غریبی میکنم. هیچ وقت حالا آمریکا بودی؟ نه، من تا حالا هیچ وقت از ایران خارج نشدم. زیر 18 سال که به اجازه پدر نداشتم، بعدش هم که دیگه درس و دانشگاه و بی پولی و میدونی بابا آمریکاست. یه چیزایی زهره به هم گفته. خیلی بابای بی معرفتیه. متاسفم. مهم نیست، فکر میکنم مرده. اگه بخوای من میتونم کمکت کنم. چجوری؟ خب من سیتیزن آمریکا، باهات ازدواج میکنم، بعد اون وقت راحت میتونی ویزا بگیری. بعدش هم که گرین کارت گرفتی از هم طلاق میگیری. تو حالا چند بار این کارو کردی؟ هیچ وقت. اون وقت اگه طلاقت ندم چی؟ خیلی هم خوشحال میشم. ببینم میتونی از این آب گلالود یه دونه حداقل ماهی بگیری یا نه. امشب میخوام بهتون نهنگ پلو بدم. فرهاد، یه خانمی دم در باهات کار داره. با من؟ اینو اینجا چی کار میکنی؟ سلام. سلام، چطوری اینجا رو پیدا کردی؟ مهندس فاتح کمکم کرد. همدست پیدا کردی؟ صدای قشنگی داشت. کی؟ یکی اکفو جواب داد. چند سالشه؟ حد دوستای زهره است. فرقی نمی کنه، مهم اینه که من تو آتیشم و تو. شما چی داری میگی؟ من مگه نگفتم میام؟ دروغ گفتی، دروغ میگی. خواهش میکنم، اینجا خوب نیست، بریم قدم بزن. فرهاد، تکلیف من مشخص کن. خستم کردی، تکلیف چی رو؟ عروسی منو. شوخی میکنی؟ این همه راه رو نیومدم که باهات شوخی کنم. من به خاطر تو همه پولای پشت سرم رو خراب کردم. من که گفتم آمادگی ازدواج ندارم. آخه بعد یه مدتی صبر کن. فرهاد، بابا موضوع رو فهمیده، اون داره میاد تهران، اون این حرفا سرش نمیشه. بی باهاش حرف بزنی، شاید راضی شد. راضی شد یا نشد اصلا چه فرقی میکنه؟ اگه دوستم نداری بگو. ببین من واقعا دوستت دارم. چه جوری؟ تو بعد یه مدت به من فرصت بدی. کار جدید برای من خیلی مهمه، بذار سر فرصت. دیگه فرصتی نیست فرهاد، من بدون تو هیچ جا نمیرم. اگه میخوای همین الان با مادرت یا هر کس دیگه صحبت کن، من همینجا منتظرم. الان وقتش نیست، نمیشه. مسخره بازی در نیار، منم میدونم وقتش 2 سال قبل. اصلا نمیام. من به خاطر تو علی رو از خودم روندم، پای تو وایسادم، حالا میگی چی کار کنم؟ هر کاری میخوای بکنی برو بکن. منو تنها نذار. اصلا این دختره کیه؟ اون دختری که میگی فرشته نجات من و توه، شدم یه پاشری که باباش، موقعیت عالی، حالا هم که دارم به سامون میرسم میخوای همه چی رو نابود کنی؟ دیگه بهت اعتماد ندارم، دروغ میگی. من پلای پوچه سرم رو خراب کردم، پدرم به خونه من تشنه است. میدونم میدونم، الان سر جلال با یه قنه تو راه تهرانه که دیگه. خیلی نامردی، باورم نمیشه، حالم ازت به هم میخوره. برو برو به خوشیت برس.
گم شد. دیگه نمیخوام قیافتو ببینم. خیلی خوب. ده برو دیگه. کاش اون در باز نمیشد، کاش جنازه ما از اون در میبردن. حالا بعد از این مدت همه چی برام بیرنگ و بیارزش شده. به غرورم، به شخصیتم، به اعتقادم توهین شده. احساس میکنم بازیچه دست کسانی شدم که عشق و محبت و انسانیت براشون معنی نداره. هرچی هست منافع آنی و ارزش‌های ظاهری. مادر فرهاد زن زرنگ و با تجربه ایه. داشتن یه عروس امول با خانواده سنتی برایش زیاد جذاب نیست، ولی با حضور عروسی مثل مهشید همه چی به سادگی سرانجام میگیره. زهره پیوند زناشویی خودشو محکمتر میکنه و با آینده فرهاد مطمئن میشه. فرزین خیالش از دختر در به در و بی مادرش آسوده میشه. فرهاد که عشق و زندگی رو فدای پول و ثروت و کاسبی پر رونق کرده به هدفش میرسه. اینطوری همه داستان درست نوشته شده. اما من که هنوز مثل روزای اول دوستش دارم، نمیدونم چطور با خودم و احساسم کنار بیام. شاید پایان این قصه رو من باید بنویسم. بله چشم آجا. بیتا کجاست؟ شما تازه از راه رسیدین آجا، بفرمایید بشینید. گفتم بیتا کجاست؟ اون ساکو برای کی بستی؟ برای بیتا خانمه. قراره جایی بره؟ چی بگم آجا؟ از کدام گورستونیه؟ شمال. شمال؟ توف به اون غیرتت بیاد. راهت کردم بیای اینجا که ساک واسش ببندی با اون حرومزاده راهی شمارش بکنی؟ نه آجاقا، با کسی نرفته. با کسی نرفته؟ پس الان اونجاست. بله آجاقا. چی داری میگی زن؟ اگه اون الان شماره، پس اون ساک برای کی بستی؟ من با شما تماس گرفتم، گفتن شما تشریف آوردین تهران، منم وایستادم که با شما برم بیمارستان. بیتا خانم تصادف کرده. زنده است؟ بله. کاش میمرد و این لکه ننگ با خودش به گور میبرد. همین کارم میخواست بکنه. یعنی چی؟ خودش انداخته جلوی یه ماشین از خجالت شما. همش میگفت من به اعتماد پدرم خیانت کردم، برای همینم میخواست خودشو بکشه. بیایم بریم حاجقا، تا دیر نشده بیایم بریم. لازم نیست تو بیای. کدوم بیمارستان؟ بیمارستان نوشهر. حاجقا تو رو روح آقا بزرگ قسمتون میدم، هر کاری دوست داشتی بکنی، ولی اول اجازه بدین حرفشو بزنه. همین اون
گل بچگی و سادگیشو خورده. تو رو خدا بهش رحم کنی. سلام. بیتا حکمی. بیتا حکمی جراحات مختصری داره، حالش خوبه. اینو شنیدی؟ جالبه. کار جدید ترسی چاپمنه، من آلبوم کاملشو دارم. چی میگی؟ گفتم کار جدید چاپمنه، من آلبوم کاملشو دارم. اگه بخوای بهت قرض میدم. آره ممنون میشه. راستی فیلم چی؟ کار جدید کوپیکو دیدی؟ نه. ندیدی؟ باید حتما ببینی. سیستمت چیه؟ سیستم؟ کپیای درجه 2 VHS. نه بابا، باید عوضش کنی. من به خودم DVD آوردم. کلی هم فیلم. یه روز دیگه حتما با هم ببینیم. آره. فرهاد تویی؟ بله؟ گفتم فرهاد تویی؟ شما؟ چه کار میکنید آقا؟ مرد که دیوونه؟ اشتباه گرفتیم آقا؟ میدونی بیتا خودکشی کرده؟ ببینید آقا، این برای آخری باره. خیال کردی میتونی هر کسافت کاری رو کنی بزنی به چک؟ آقای حکمی، من میدونم بابا رو خبر کنم. آقای حکمی، بابت من حرف رو بزنم. یکی وقت هست من نیست. آقای حکمی داری اشتباه میکنی. دخترم کشتی، اون وقت میگی اشتباه میکنم. آقای حکمی خواهش میکنم، به اجازه بده من حرف رو بزنم. اجازه نمیدم، اجازه نمیدم. بی پدر مادر دیگه وقت هست دادن نیست. حق طلاق باید با دخترم باشه، درسشو تا آخر باید بخونه، حق نگهداری بچه ها باید با بیتا باشه. چشم آج آقا. حق انتخاب مسکن باید با بیتا باشه. چشم آج آقا، امر بفرمایید. مبارکه، یک سال میمونی تهران، بعدم میای اصفهان رو ساختمونهای خودم کار میکنی. هفته آینده یه جشن عروسی مفصل داریم، قوم خیشاتم میتونم بیارم اونجا خونه خودم. شما فردا برای تشریفات ظاهری میایید اصفهان. حواست رو جمع کن بذار، اگه دخترم اذیت کنی به مولا علی میکشمت. حاج آقا، اگه من امضا نکنم چی میشه؟ بیتا جون چی داری میگی؟ دختر چته؟ دیوانه شدی؟ تو خسته ای؟ نه مادر، اون نه شوهر خوبی برای من میشه، نه داماد خوبی برای شما. فایده این ازدواج چیه؟ پدر یه فرصت دیگه بهم بدی، بذارین که ثابت کنم میتونم. سیما هم کمکم میکنه، بذارین فرهادم بره دنبال آرزوهاش. اون آمادگی این ازدواج رو نداره. فرهاد تو دلم مرده، دیگه جایی نداره. اونم منو دیگه دوست نداره. دانم پشیمان شبی روزگاری